سلام و درود به تمامی بازید کنندگان عزیز و گرامی قرار بر این هست که براتون مسابقه ای ترتیب بدیم و مسابقه به این صورت هست که از نفراتی که کانال جدید ما رو سابسکرایب کردن و برای ویدیویی که همکنون مشاهده می کنید لایک و کامنت گذاشته باشن به قید قرعه جوایزی تعلق می گیره. پس معطل نکنید و همین الان کانال مستر استوری ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک و برای ما کامنت بذارید اگر نظری در خصوص بهتر شدن کانال دارید حتما برامون کامنت بذارید تک تک کامنت های شما عزیزان رو میخونم منتظرتون هستیم امروز براتون دو ماجرا آماده کردیم که ماجرای اول ارسالی از آبتین رنجبر از افغانستان هست که از پدر بزرگش در زمان جنگ شوروی و کمک نیروهای غیبی میگه و ماجرای دوم از مونا هست از تهران که به نقل از مادر بزرگ دوستش ماجرای مرموزی میگه از پیر مردی که به ظاهر دست خیر داشته در صورتی که حقیقت چیز دیگه ای بوده از خودم نمیخوام داستان بگم میخوام از پدر بزرگم داستان رو براتون نقل کنم که تقریبا 95 سالشه تقریبا یه دو سال پیش از پدر بزرگم در مورد اتحاد جماهیر شوروی پرسیدم آخه من به دوران جنگ سرد علاقه زیادی دارم به پدر بزرگم گفتم بابا جون خاطره ای از دوران جنگ سرد که عجیب باشه یادتون هست که برام تعریف کنید پدر بزرگم دستی به سرش کشید و شروع به گفتن چیزهای مختلفی کرد از استالین و لنین و چیزهایی که من میدونستم اما یه چیز گفت که من واقعا برام عجیب بود به هم گفت زمانی که شوروی به افغانستان حمله کرد من پنجا و نصفی عمرم بود به خاطر اینکه افغانستان مسلمان بودند و سربازان خدا نشناس شوروی واقعا مثل حیوان با مسلمانان رفتار میکردند ما تو شهرمون که اون زمان شهر ما تقریبا یک دهکده بود تصمیم گرفتیم بریم جنگ با شوروی پدر بزرگم میگفت چشم باز کردیم که دیدیم داریم آماده میشیم که بریم میدون جنگ پدر بزرگم میگه وقتی وارد میدون جنگ شدم با خودم گفتم خدا حافظ عبدالله تو دیگه مردی میگه خلاصه ما نمردیم اما تلفات بالایی دادیم مشکل ما تانک ها و نیروی زمینی اونا نبود مشکل ما هواپیماهاشون بود میگه ما با همین هواپیماها واقعا اذیت شدیم به خاطر اینکه تنها کاری که میتونستیم بکنیم این بود که فقط نگاهشون کنیم تا اینکه یکی از افراد بومی اونجا فکر عجیبی به سرش زد میگه من یه نفر رو میشناسم که کرامت داره و میتونه کمکمون بکنه که هواپیماهاشون رو بیاریم پایین ما رفتیم دنبال همون افغانی و وارد یه روستا شدیم اون مرد که اسمش هاشم بود رفت سر وقت یه نفر تو روستا به همون گفت خودشه اون آدمی که صاحب کرامت ایشون هستن ما هم رفتیم سر وقتش بهش کامل قضیه رو گفتیم اول خندش گرفت و گفت ولم کنید این حرفا چیه؟ ولی هاشم انقدر اصرار کرد که بالاخره طرف گفت خیلی خوب از من چی میخواید؟ ما هم بهش گفتیم که میخوایم تو از قدرتت توی این جنگ استفاده کنی البته پدر بزرگم تا قبل از اینکه طرف از قدرتش استفاده کنه خیلی شک داشت میگه به همون گفت چی کار کنیم ما هم بهش گفتیم ما از لحاظ زمینی تأمین هستیم فقط نیروی هواییشون رو نابود کن یا دست به سرشون کن نمیدونم یه کاری بکن که از نظر هوایی تضعیف بشن به همون گفت خیلی خوب اما من فقط یک بار میتونم از قدرتم استفاده کنم ما هم بهش گفتیم چرا؟ گفت بعدا میفهمید خلاصه قرار شد تو موقعی استفاده کنیم که روزها عملیات بزرگی قرار بود انجام بدن بالاخره خبر رسید که روزها در صدد انجام همون عملیات بزرگی هستند که علیه ما قرار بود انجام بدن ما طرف رو خبر کردیم و بهش گفتیم الان وقتشه اونم رفت روی کوه ایستاد و منتظر بود یه چیزی که مهمه اینه که باید بدونید که روزها اول با هواپیماهاشون منطقه رو خوب بمبارون میکردن و بعد نیروی زمینیشون حمله میکرد بابا جون میگفت وقتی هواپیماها داشتن نزدیک میشدن یه چیزی زیر لبش خوند و همون لحظه تک تک هواپیماها عین گنجیشکی که تیر کمون خورده باشن دونه دونه به زمین سقوط کردند هممون شوکه شده بودیم انگار به یک دیوار آهنی بزرگ خورده باشن تعادلشون یکی پس از دیگری به هم میخورد و سقوط میکردند زبون هممون بند اومده بود هممون از فرد خوشحالی طرف رو روی کولمون گذاشتیم بعد از کلی خوشحالی طرف آروم به گفت سه روز دیگه برای من نماز جنازه بخونید هممون اونجا شوکه شدیم که چرا قراره این مرد بمیره این مردی که این همه ما رو کمک کرد اما این اتفاق افتاد و سه روز بعد اون مرد مرد یک خاطره از پدر بزرگم بود که براتون گفتم خودم در موردش رفتم و از یکی پرسیدم و بهش گفتم چرا چنین اتفاقی افتاده بهم گفت به خاطر اینکه اگر اولیای خدا قدرتی به کسی دادند نباید به بقیه بگه یکی از دوستان به نقل از مادر بزرگش تعریف میکرد خیلی سال پیش که هنوز تو ایران شهرهای پرجمعیتی مثل تهران و اینا نبود تو روستا زندگی میکردند کردند دمدمای محرم یه پیر مرد بود که با وجود فقیری و نداریش به روستا میومد اومد کنارهای روستای خونه داشت که گاهی اوقات می اومد اونجا تا آب و هوا عوض کنه و کل اون اطراف و غذا پخش می کرد و این برای مردم عجیب بود که کسی که به نون شبشم هم محتاجه چطوری حالا این همه غذا میاره و اونا رو بین مردم پخش میکنه مردم میرن اینو ازش سوال میکنن اونم هیچ وقت به هیچ کدومشون جوابی نمیداد جز اینکه به اونها میگفت غذا میدم تا شاید خونهایی که کردم پاک بشه آخه میگن دو دختر دوازده سالش رو چون با خالشون یه مقدار اندکی عرق خورده بود رو سرشون رو بریده بود اما هیچ وقت نتونسته بودن جسد کودکان رو پیدا کنن با اون پیرمرد رو گیر بندازن خالهشون هم بعد از شنیدن این خبر هولناک فراری شده بود برای همینم کمتر کسی سراغش میرفت و ازش میترسیدن و همیشه ادهی بودن که میگفتن این آدم جنون داره هرگز نزدیکش نشید چون عقل سالم نداره خلاصه مردم که میخواستن سر از کارش در بیارن به یک بزرگی قضیهشونو گفتند. گفتن اون هم به مردم گفت که شب که رفت برید خونش ببینید غذاها رو از کجا میاره دو نفر دفتلب میشن و میرن خونش اما میبینن که خونش تاریک تاریکه و یه صداهایی از طرف پنجره میشنون خوب که نگاه میکنن میبینن همون پیرمرد است و با یه حالت عجیبی نشسته و انگار زوزه میکشه اونها هم که اون حالت عجیب پیرمرد و حرکاتش رو توی تاریکی میبینن پا به فرار میذارن و میگن بی خیال ولش کن مگه از جونمون سیر شدیم ممکنه بلایی سرمون بیاد این آدم نرمال نیست باز شب همون بزرگ میگه سعی کنید هر جور که شده پیرمرده رو از جاش بلند کنید نترسید شما جوانای رنایی هستید و خدا با شماست همون جوانها دوباره به سراغ پیرمرد میرند و تا نزدیکی کلبش این بار میرن فالگوش که وای میسن دوباره صدای همون زوزه ها رو میشنوند اطراف خونه اون پیرمرد باد عجیبی میبزید و میگفتن که نیروی مثل گردبادهای کوچیک برگهای اطراف خونه اون رو مرتبا به این ور و اون ور منتقل میکرد اما هر طور که شده بود اون دو جوون به همدیگه قوت قلب دادند و با ذکر خدا به خونه اون نزدیک شدند تا سر از کار اون مرد در بیارن که بدونن داستان این قضاهایی که بین مردم پخش میشه چیه اون دو جوون میرن وقتی نزدیک خونه میشن میبینن که همون طور زوزه میکشیده و انگار چند نفر اطرافش گریه میکردند پیرمرد رو چند نفری میگیرن و میخوان بلندش کنن اما هرگز موفق به این کار نمیشدن و اون پیرمرد هم فقط میخندیده تو همون حالت دستی سیاه رو مثل سایه میبینن که از اون ور داره یه چیزی رو به اون پیرمرد میده اونا که این صحنه رو میبینن سری از پیرمرد فاصله میگیرن و چند قدم به عقب برمیگردن میان از خونه فرار کنن که میبینن این بار خیلی آبرو اگر ببینن که دوباره دست خالی برگشتن هر جور که شده بر ترسشون غلبه میکنن و میرن سمت پیرمرد و به زور اون رو از جاش بلند میکنن و میبینن در کمال ناباوری قسمت هایی از آیات کتاب خداست که اون پیرمرد اون رو لگت مال کرده و روی اون نشسته بعد از اون اتفاق متوجه شدن که قضاهایی که اون پیر مرد بین مردم تقسیم می کرد منشه انسانی نداره و از فردای اون روز به مردم میگن که قضاهای اون مرد رو نگیرید حتی اگر گشنه هستید هرگز قضاهای اونا قبول نکنید بعد از اینکه ماجرای اون پیرمرد دهن به دهن توی اون روستا میچرخه و همه متوجه میشن که وجود واقعی اون چیه با بیل و کلنگ به طرف خونه اون حرکت میکنند اما وقتی نزدیک خونه اون میشن و در رو به زور میشکنن که داخل بشن هیچ کس رو اونجا پیدا نمی کنند. و اون پیرمرد برای همیشه از اون کلبه ناپدید میشه مردم در اون کلبه دعاهای عجیب و غریب و تلسمهایی پیدا می کنن و اینطور که گفتن کلی کتاب و یادداشت به زبان عجیب تو اون کلبه وجود داشته مردم تمام اون کلبه رو همراه وسایلش می سوزونن. تا دیگه شاهد همچین نیروهای شیطانی در اون منطقه نباشن و دیگه تهدیدی رو برای خانواده و فرزندانشون نداشته باشن